یک سال پس از سقوط هواپیمای مسافربری جرمن وینگز در ارتفاعات آلپ در جنوب فرانسه، مقدمات برگزاری مراسم اصلی سالگرد قربانیان در منطقه لوورنت فراهم شده است. در کنار آن، خانواده های مسافران اسپانیایی که در سقوط این هواپیما کشته شدند، مراسمی را روز چهارشنبه 23 مارس، یعنی یک روز از برگزاری مراسم رسمی، با حضور نخست وزیر این کشور برگزار کردند. یکی از اعضای انجمن قربانیان جرمن وینگز میگوید: ما می‌خواهیم که دیگر هیچ خانواده‌ای با چنین حوادث وحشتناکی که ما زندگی کرده ایم روبرو نشود و از دولت و شهروندان می‌خواهیم که ضرورت توجه به هر کدام از ما بازماندگان را درک کنند. علاوه بر بارسلون، مراسم مشابهی نیز در دوسلدورف و مارسی برگزار شد. آندراس لوبیتس، کمک خلبان این هواپیمای مسافربری متعلق به خطوط هوایی لوفتانزا، روز 24 مارس گذشته این هواپیما را به کوههای آلپ کوبید و موجب مرگ 150 نفر شد.